اون جلسه جوراب به خدمتون آموزش دادم، این جلسه یک رو فرشیه خدمتون آموزش میدم که تو پا خیلی راحته و خیلی آسون. برای این کار ما کشباف یک در میون استفاده میکنیم. پنجاه و پنج در پنجاه و پنج سر میندازیم، یک در میون. هم از بالا هم از پایین دو تا سیلند. سر میندازیم، روی یک سر اندازیه، شانه و وزنه، چهارده، شونزه، هیجده. این ستا رو شما میتونین برای این قسمت ببافین. این چون نقش خیلی نازک بود من 20 رج بافتم. این نقش زخیم تره ما کمتر میبافیم. درجه بافتمون رو میبریم رو دو، یک رج میریم، دوباره رو سه، شونزه رج میبافیم. بعد از بافت 16 رج نخمون رو عوض میکنیم. اگر بخواین دو رنگ ببافین به این صورت، اگر بخواین دو رنگ ببافین نخ رو عوض میکنیم. اگر خواستین یک رنگ ببافین احتیاج به نخ عوض کردن نداریم. نخ و داخل نخبر درجمون رو بالاتر میبریم روی پنج. دکمه هایی که برای تیغ ماهی استفاده میکردیم، کشباف تیغ ماهی، اون دکمه ها رو میبریم بالا. یعنی اولی از سمت راست، دومی که دکمه کوچکتری وسط، و دکمه ای که روی دسته ساده بافی هستش از سمت چپ اولی رو داخل زده و بافتمون رو ادامه میدیم. برای این بافت 34 رج ما میبافیم. اینجا نخ زردمون گیر کرده.
این کار اومد 36 رش بافتم. نخمون رو عوض میکنیم، دوباره همون نخ زرد و درجه ها رو همه رو به حالت اول برمیگردونیم. 3 دکمه ها پایین، بالایی هم آزاد، چون کشباف ساده میخوایم ببافیم. دوازده رج برای کف روفرشی کشباف ساده می بافیم. دوازده رج نخمون در میاریم. از ماه رو در میاریم و کارو از ماشین. این کار احتیاج به کور کردن نداره. این کار احتیاج به کور کردن نداره. وقتی که اینو ما بافتیم یک مستطیلی به ما میده. ما دو رج کارو میشکافیم. بعد سر نخو اضافه نخو میگیریم، سر نخو با سوزن کوبلن که یه مقداری درشت‌تر هستش، صورت تمام این دونه ها رو ما با سوزن میگیریم توی نخ. به خاطر اینکه این میفته کف پا، اگر ما کور کنیم کش نمیاد که اندازه کف پا بشه. تمام این دونه ها رو توی سوزن و نخ گرفته، آخر کار وقتی تموم شد خوب میکشیم تا باز بشه. به این صورت، یعنی وقتی کار تموم شد ما انگشت رو میذاریم و اینو خوب میکشیم تا این باز بشه. وقتی که این کار انجام دادیم این دولایه رو روی هم میذاریم و از این قسمت با چرخ، این قسمت رو که باز هستش چرخ میکنیم، اینجا رو هم به صورتی که این حالت باشه کشیده میکشیم و چرخ میکنیم. وقتی چرخ کردیم این قسمته، اینجا قسمتی که باز بود، این هم قسمتی که کف پایه. به این صورت کشیدیم و چرخ کردیم. وقتی چرخ کردیم کارو برمیگردونیم. این قسمتی که درز داره میفته پشت پا، یعنی پاشنه پا، و این قسمت جلوی پاست. حالا این کار سلیقه‌ایه. بعضیا دوست دارن بند میبافن با همین سوزن تبدیل. اینو دو تا در میون رد میکنیم. بعضی ها دوست دارن کش میدوزن این قسمت رو، بعضی ها دوست دارن منگوله چیزای تزئینی اینجا میذارن. این دیگه کار سلیقه ایه که چی کار باهاش بکنه. خب این از روفرشی ما.
امیدوارم که اینم ببافین و خوب استفاده کنین.